تو همه جای دنیا رسم بر اینه که مثلا بهترین دستای زندگیشون رو بعد از سرود ملیشون به افتخار سرزمینشون زدن. خواهش میکنم به افتخار ایران. حرمت خیلی خوشگله آقا، بایدم باشه. اینجا ایرونه، اینجا هر کی که از شما باشه بی ذریح و حرم نمیمونه. من که اصلا گدا نمیبینم، همه دارا میان به درگاهت. شک ندارم گرفتن این مردم حاجتاشون و تو قدمگاهت. از کنیزت یه نامه آوردم، از خودم هم یه چندتایی کفتر. مادرم خیلی دوستتون داره، ولی آقا خودم یکم بیشتر. مادرم آخرای دنیاشه، روی پاهاش نمیتونه پاشه. اگه دارو میخوای بدی آقا واسه زانوی مادرم باشه. نمیتونه بیاد پیشت، پیره، ولی کارش هنوز پیشت گیره. دیدم آقای وقتایی میره دامن خواهرت رو میگیر. من هنوزم شبیه دیروزم، اینو اشکم به هم نشون میده. حضرت صاحب عزیز قریب، دستم رو ول نکن، دیگه دیره. آخر خط صدای صوت قطار. حرمو میشه از همین جا دید، هر کسی که دلش شکسته بیاد. السلام علیک یا خورشید. مادرم با چشای گریونش باز برا من یه آرزو کرده، میگه تو مشهد یه نفر هست که زندگیمون رو زیر و رو کرده. روی ویلچر نشوندمش، آخه کار داره با پنجره فولاد. قول دادم بیارمش مشهد، سفر عشق، هر چه باد آباد. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم و خیلی خوشحالم که در خدمت تک تک شما عزیزان، هنرمندان و مردم هنردوست و روحانیون حاضر در جلسه هستم. این جلسه یه جلسه خیلی ویژه است. راستش اینه که ما عموماً وقتی روحانیون رو میبینیم، ما که میگم مثلا مجموعاً بچه قرتی ها رو میگم، سعی میکنیم که گذری رد شیم و معاشرتی نداشته باشیم. اما یه موقعی هستش که مثلا روحانیون میخوان تجلیل کنن از فضای هنری سرزمینمون. این خودش خیلی ستودنیه و خیلی با ارزش. ویژگی این جلسه به همین هست و خیلی ممنون و سپاسگزارم از تک تک عزیزانی که انقدر دقیق رصد میکنن تلویزیون رو و براشون اهمیت داره، و از تک تک هنرمندان عزیز هم که مباحث و مسائل دینی که باید بیشتر و بیشتر در جامعهمون باشه در کارهاشون سعی میکنن با دیده عمیقی که دارن
نقش بزنن، از اونها هم تشکر میکنم. امروز هم روز دختره و روز تولد حضرت معصومه، یه دست آنچنانی به افتخار همه دخترای سرزمینمون و میلاد با سر سعادت حضرت معصومه. محسن چون دست بزنی به خدا دستات ایش نمیشه، قربونت برم. خیلی خوش آمدین آقای تنابند من، چون شما دارم میبینم و بقیه دوستان، آقای خمسه، آقای مقدم، خانم رامین فر، خانم نصیری، خیلی لطف کردین. بعد میدونم هومن هم اومده، هومن حاجی عبداللهی، سلام علیکم، چطوری؟ محمد رضا علی مرانی عزیز کجاست؟ مخلصم، ارادت، و همه کلن اومدن دیگه. در ابتدا میخوام دعوت کنم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ظاهری، خواهش میکنم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد ایشون رو همراهی بفرمایید. آقای ظاهری از معدود روحانیونی هن که میشه براشون دست زد، پس خواهش میکنم به افتخار. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت همه سروران ارجمند، خانم های محترم، آیان بزرگوار، مخصوصا روحانیون بزرگواری که در مجلس حضور دارند. چون فرصتمون اندک هست، من از همه شما عزیزان اجازه میخوام به سرعت چند نکته رو تقدیم کنم. نکته اول این که ما اکنون در مقتل شهدای هفتم تیر و محل عروج شهید بهشتی و یارانشون حضور داریم. توجه به اهتمام ارزشی هنرمندان رویکرد شهید بهشتی بوده. قبل از انقلاب بسیاری از دوستان هنرمند ما که کار نمایش میکردند نقل میکنند که ایشان میآمد و شما میدانید که صحبت از مثلا سال 52-53 هست و اون موقع حضور یک روحانی در یک نمایش و تئاتر و تشکر از هنرمندانی که به این موضوع پرداختند چه معنایی داره. اگر امروز ما در خدمت هنرمندان ارزشمند و بزرگواری هستیم که می‌خواهیم به اونها خدا قوت بگیم، در واقع این استمرار رویکردی است که شهید مظلوم دکتر بهشتی داشتند. و این مجموعه پیش از این از یک سریال تلویزیونی و از یک فیلم سینمایی تقدیر کرده، در هفته آینده هم یک فیلم سینمایی دیگر در نوبت اکران اختصاصی و تشکر هست. نکته دوم، موضوعات مختلفی در این سریال بود. لااقل فکر میکنم کسانی که در این سالن هستند میتوانند درک بکنند که خانم غفوری و جناب آقای مقدم با پرداختن به بعضی موضوعات چگونه از دو طرف مورد نوازش قرار میگیرند. و متاسفانه در کشور ما دستهایی در کار است، اینو با تصریح و تأکید عرض میکنم، دستهایی در کار است که یک فضای دو قطبی ایجاد کنه، چه در سیاست، چه در اعتقادات، چه در مسائل اجتماعی و چه در مسائل فرهنگی، یا این یا آن. یعنی شما اگر فرض کنید هنرمند هستی یا هنرمند روشنفکری که فقط در یک جلسات خصوصی تئاتر، در مثلا فرض کنید که تئاتر شهر و اونم سالن فلان حضور داری و لا غیر، یا هنرمند بی سواد بی پشتوانه غیر آکادمی که چی هستی که اون فضا رو نداری، در فضای دینی یا آدم مذهبی هستی که نماز شب ترک نمیشه یا آدم بی دین عرق‌خور لا مذهبی هستی که اصلا نماز نمیخونه، تو سیاست یا آمریکایی هستی یا انقلابی هستی دو آتیشه. این فضا متاسفانه داره تشدید میشه و روز به روز بیشتر. حالا در این فضا و این موقعیت یه هنرمندی میاد میگه من نمیخوام آمریکا برم، نمیخوام فیلم خصوصی فلان بسازم، نمیخوام کار روشنفکری عجیب و غریب بکنم، میخوام برای همین مردم و همین مخاطبان برنامه بسازم. همین مردم و همین مخاطبان یعنی زیارت، یعنی نماز، یعنی مسجد. وقتی این
مفاهیم رو تو فیلمش میگنجانه، از یک طرف ما متدینین، مدعیان تدین، امامه به سر، ریشدار، چادری، مذهبی، چفیهی، میگیم اینا که یه مش قرتیان، ببخشید من مثل همیشه میخوام راحت حرف بزنم، اینا که یه مش قرتیان، اصلا اینا رو بیاین حرفا چیکار. جماعت رفقای خودشون هم از اون طرف میگن ای فلان فلان شده ریاکار، چقدر گرفتی. باید اعتراف بکنیم یه وقتایی هم این اتفاق افتاده، یعنی یه عده‌ای هم یه چیزی گرفتن از این کارا کردن، والله مردم این حرفو نمیزدن. اسم نمیبرم، یکی از فیلمسازای مشهور توی جلسه رفیقش داشت میگفت، گفت سر صحنه بودیم، سر لوکیشن یکی آمد گفت فلانی مشکل چیه؟ گفت آره اینجوری شده، مثلا ناظر پخش گیر داده، نمیدونم مدیر فلان اینجوری شده. گفت درد دل، گفت یه اینسرت مسجد بذار توش حل کن مشکل رو دیگه. یه وقتایی هم اینجوری بازی کردیم با بعضی از ارزش‌ها، برای همینه که گاهی وقتا تو ذوق میزنه بعضی کارا. اما مجموعه تلویزیونی پایتخت رو مردم میدیدن، به اعتراف همه هیچ جا احساس نمیکردین یه چیزی غیر عادیه، احساس میکردن یه اتفاق طبیعی داره میفته. در این مجموعه از موضوع سن تکلیف ما داشتیم که به هر حال یه موضوعیه که مدیوم تلویزیون بهش کمتر پرداخته، یا لااقل در موضع خطبه نماز جمعه پرداخته. این که ما امروز در بسیاری از مشکلاتمون مثل حجاب، مثل ولایت فقیه، مثل بسیج، مثل امر معروف و نهی از منکر تکلیفمون معلوم نیست، مال اینه که یک کارایی رو گذاشتیم برای خطبه نماز جمعه، خطیب نماز جمعه بیاد صحبت کنه تموشه بره یه چیزای دیگه زندگی مردم، در حالی که اینم جزء همون زندگیه و نپرداختیم بهش. اگر این مدیوم ظرفیت داره که به خیلی چیزا بپردازه، کمون که این سریال نشون داد، میتوان هنرمندانه با صداقت، با صراحت به این موضوع پرداخت، از موضوع سن تکلیف، نماز جماعت صبح که سنت بسیار زیباست در ماه رمضان، مدارای زوجین نسبت به هم دیگه، مخصوصا با یک با اجازه های تنابنده، یه شوهر بدقلق بلا تکلیف آزاردهنده، این بزرگترین درس اخلاقه. شما امروز نگاه کنید کدوم یکی از ما تو این سالن هست که بتونه دستشو بالا بگیره بگیره دوربر من طلاق نیست، دوربر من یه خانواده در حال فروپاشی نیست. تو این موقعیت پرداختن یه مجموعه تلویزیونی به یه موضوع ارزشی مثل مدارای زوجین و همراهی و همدلی زن نسبت به شوهر بدقلق و تون مزاج، وفاداری و القی عاطفی مرد نسبت به زن، مردی که همسرش از دست داده، شما نگاه کنید همین میمی که صورت و حالت خخ 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 تو مردم، این نشون میده که اون همدلیه ایجاد شده، اون ارتباطه برقرار شده، اون حس کسی که آیه حاج عبدالمات فاتو کف شما نمیخوایم بکنیم، ما اینجا داریم کار خودمون میکنیم، اون حسی که یه نفر همسرش از دست داده نسبت به اون دلبستگی عاطفی خودش داره اظهار تأثر میکنه، دغدغه یک زن شاغل نسبت به حقوق فرزندانش مخصوصا تربیت، احیانا یه تنبیه بجا در مورد تقلب، و از همه اینا مهمتر مبارزه با فساد که امروز هممون میدونیم دور و برمون رو گرفته، کل جامعه رو داره میگیره، ایستادگی در مقابل این قصه و تأکید بر این موضوع. اما من همه اینا رو میذارم کنار. شاید خیلی ها تصورشون این باشه که ما امروز به خاطر اینکه نماز و مسجد در این سریال بود خیلی خوشحالیم، داریم میگیم دست شما درد نکنه. اما من صراحتاً بگم مهمتر از نماز و مسجد و اینسرت محراب و زیارتگاه، اتفاق بزرگی بود که در سریال پایتخت افتاد، و اون اینکه این سریال به متن طبیعی زندگی متوسط مردم نزدیک شد. این از همه اونا مهمتره. فاجعه ای که بعضی از سریال های تلویزیونی و بدتر از همه آگهی های بازرگانی داره در زندگی مردم ایجاد میکنه اینه که یک فضای کاملا مجزا و انتزاعی و دور از زندگی اکثر مردم رو ترسیم میکنه. بسیاری از طلاق ها، بسیاری از بدحجابی ها، بسیاری از مشکلات اخلاقی، من به جرأت و صراحت اینجا عرض میکنم مال آگهی های بازرگانی تلویزیون و بعضی از سریال هاست. برای اینکه این توهم غلط و نادرست رو در ذهن یه زوج جوان ایجاد میکنه
که شما میتوانی در آغاز ازدواج یه آشپزخونه داشته باشی فقط آشپزخونت 150 میلیون باشه و همین خیلی مشکلات رو ایجاد میکنه. این توهم غلط رو ایجاد میکنه که شما میتونی خانومت نیکول کیدمن باشه، شوهرت جانی دپ. این آگهی بازرگانی این تصور غلط رو ایجاد میکنه. وقت شوهری که دو شیفت رفته کار کرده، عرق ریخته، خسته و کوفته اومده خونه، زن تصورش و توقعش اینه که این باید گل بش بده با هم نسکافه بخورن برن کافی شاپ. و زن بدبختی که از صبح تا شب جون کنده، عرق ریخته، زحمت کشیده، بچه‌ها رو داشته، لباس شسته، خونه رو تمیز کرده، شوهر توقع داره مثل ستاره‌های فیلم‌های کذایی مثلا براش قرائت‌وار بریزه. آگهی‌های بازرگانی و بعضی از سریال‌های ما داره این اتفاق رو. چرا؟ چون کارگردان ما، برنامه‌ساز ما، تولید کننده ما و صاحب کالای ما براش صرف میکنه که اونجا مثلا دوربینش اینجوری لولش بهتره. این که بخواد لول دوربین پایین بگیره کارش سخت میشه. پس مبل استیل، پس فلان رنگ و لعابش زیباتره، جذابتره. و خودمون حواسمون نیست چه بلایی داریم سر مخاطب میاریم. حواسمون نیست این سریال و فیلم ما رو داره در فلان روستا فلان خانواده‌ای میبینه که نون شبش گیره. و اون وقت آمار خودکشی ها بر اساس این کنتراست و تضاد رو کسی جایی اعلام نمی کنه. اتفاق مهمتر در این سریال و از همه اینا مهمتر به نظر من اینه که مسئولیت تلویزیون نسبت به مخاطب عام رو ما در این سریال بیشتر می بینیم. صدا و سیما فقط مال تهران، اونم فقط بخشی از مردم تهران نیست. صدا و سیما باید توجه کنه به گستردگی و تنوع مخاطب و اقتضائات. این توجه بسیار دقیق و حساسه که متاسفانه کمتر رعایت میشه. احساس من از بیمسئولیتی سازندگان و صاحبان کالا و آگهی های بازرگانی و بعضی از سریال ها احساس کسانیه که بیمارستانشون و کارخونهشون در یه محلی است، ساکنان و همسایگانشون فقط آسیب زباله صنعتی و زباله بیمارستانی رو دارن تحمل میکنن. ما از پول این مردم، از آنتن این مردم، از وقت این مردم، از بودجه بیت المال این مردم برنامه می سازیم فقط برای قشر خاص. این بزرگترین خیانت. و در سریال پایتخت این اتفاق نیفتاد. یکی از مجری های تلویزیون، اسمشو نمی برم گرچه برام خیلی عزیزه، یه روزی که از دوستان گفت، بهش گفتم اینو دقت کنید، گفت بهش گفتم فلانی تو که هم پول داری، هم وضعت خوبه، همه جور، چرا لباسای رنگارنگ و خوشتیپ و فلان درست نمی‌کنی لباس تو برنامه‌های تلویزیون؟ گفت، برگشت گفت، من برنامه‌م عصراست، برنامه عصرگاهی تلویزیون رو اجرا می‌کنم برای خانواده‌ها. من دارم به این فکر می‌کنم اگه من تیپ بزنم، خودم دلم می‌خواد تیپ بزنم، اگه من تیپ بزنم یه زنی تو فلان شهرستان که کارگرش، شوهرش کارگر ساختمانیه، اگر تیپ منو ببینه بعد شوهرش از راه برسه خسته و کوفته، آیا احساس بدی پیدا نمی‌کنه؟ من زنگ زدم به اون مجری گفتم صادقانه میخوام دستتو ببوسم، این جوانمردی و این شرافت به همه چیزایی که ما فکر میکنیم میارزه. جوانمردی در برنامه سازی یعنی این. من کل عرضم رو خاتمه میدم همینه. برنامه سازی جوان مردانه در تلویزیون یعنی این. خدا رحمت کنه همه رفتگان ما و شما رو. یکی از لوتیای با مسلک تهران قدیم مهدی قصابه، خدا رحمتش کنه، خواهرزادش برای من تعریف کرد، گفت اواخر عمر مرحوم مهدی قصاب نمیتونست بیاد تو مغازه، پیرمرد شده بود، میومد گاهی نون میگرفت یه دقیقه میشست تو مغازه میرفت. گفت تو قصابی نشسته بود، شاگردش داشت کار میکرد، یهو یه مردی آمد با زنش با بچهش، رو کرد به شاگرد قصابی، گفت آقا این گوشت خرابه. گفت شاگرد، گفت آقا من به خانومتم گفتم، من درست دادم، خودش بیخود میگه، بهانه الکی میگیره. معلوم شد این خانوم اومده مثلا فرض کن 5 سیر گوشت گرفته، رفته خونه، شوهرش گفته این چه گوشتی گرفتی؟ گفته قصابه داده. شوهر چیکار کرده؟ گفته الان میرم درستش میکنم. گفت مرحوم مهدی قصاب یهو نهیب زد به شاگرده، گفت هر چی آقا میگه بده. گفت این گوشتو عوض کرد و رفتن. گفت بعد که رفتن، ببین ایناست که عرض میکنم گاهی وقتا یه لوتی مسلک از من مدعی ریش و حزب اللهی گری، آقای قرائتی خدا حفظشون کنه، گفتن رفتم یه جایی
دستشویشون تو حیات بود. چند پله آمدم پایین وضو گرفتم، پدر دو تا شهید خسته کوفته پیرمرد حوله آورد برای من تو حیات. گفت حوله آورد دم دستشویی. گفتم ممنونم، متشکرم، نمیخوام. مستحبه که با حوله خشک نکنیم، تو روایت داریم که اگر همینجوری خشک بشه مثلا. گفت پیرمرد نگاهی به من کرد، گفت تو اون روایت ها نگفتن اگه یه پیرمردی اینقدر پله رو آورد پایین برای شما حوله آورد خیتش نکنی؟ آقای قرائتی میفرمودن، بهش گفتم چرا، من علم دین دارم، فهم دین ندارم. فهم دین یعنی این. اون لوتی مسلک قصاب گفت وقتی این پدر زن شوهر رفتن رو کرد به شاگردش، گفت مرد حسابی، این زن رفته خونه به شوهرش گفته که گوشت خرابه، شوهر یالو کوپال کرده، گفته الان میرم برات درست میکنم. چرا یه مرد و جلو زنش ضایع میکنی؟ این گوشت مگه چقدر میارزه؟ مردونگی این مرد رو تو خونش خراب نکن. این مرد الان میره خونه به زنش و بچهش میگه رفتم درستش کردم. جوانمردی در برنامه سازی یعنی این که من وقتی برنامه میسازم فقط به این که کدوم لوکیشن نزدیک خودمه فکر نکنم، فقط به این که کدوم آپارتمان شیکتره فکر نکنم، فقط به این که کدوم بازیگر خوش ارسیات که تیپتره فکر نکنم. بله چهره فوتوجنیک مخاطب رو جذب میکنه، اما با بخش دیگری از مخاطب ما چه میکنیم؟ این مسئولیت رو کی میخواد جواب بده؟ سریال پایتخت نه تنها مخاطب رو آزار نمیداد به خاطر اینکه مخاطب وضع مالیش خوب نیست، به خاطر اینکه مخاطب شوهرش فلان تیپ نیست، به خاطر اینکه مخاطب پدرش آنچنانی نیست، بلکه آرامش دهنده بود برای مخاطب. استقبال عمومی مخاطبین هم نشان داد که این روند روند درستی بوده. مقبولیت عمومی، من اینم صراحتن بگم، به عنوان یه روحانی دارم میگم، مقبولیت عمومی نه تنها با دینداری در تعارض نیست، بلکه متن دینداریه. بعضی از ماها به اشتباه فکر میکنیم اگه کسی بهمون فحش بده خیلی آدم متدینی هستیم. برعکس، اتفاقا آدم دیندار کسیه که بیشتر بتونه با مردم ارتباط برقرار کنه. امام موسی صد یه سخنرانی عجیبی دارن که این به شکل کتاب مجموعش در آمده، میفرمان ادیان هم برای انسان‌ها آمدن. اگه انسان‌ها نبودن دینی در کار نبود، پیغمبری در کار نبود. اگه مخاطب عام نبود اصلا خدا قرآن نمیفرستاد. خدا قرآن رو برای همین مردم فرستاده. انبیا برای همین مردم آمدن. اتفاقا وقتی برنامه البته تو چارچوب با حفظ اصول، با حفظ خط قرمزها، معیارای ما سر جاشه. ما الکی نمیخوایم به نون به همدیگه قرض بدیم. الکی نمیخوایم سر همدیگه رو شیریه ببالیم. الکی نمیخوایم دل همدیگه رو خوش کنیم دو ساعت بریم. نه، معیارای ما سر جاشه. حجاب سر جاشه، دینداری سر جاشه، نماز سر جاشه، ارزش‌ها سر جاشه. اینا دست نمیخوره. اما اگر با حفظ چارچوب‌ها یک اثر هنری توانست با مخاطب ارتباط برقرار بکنی، ارزشه. استقبال مخاطبین نه تنها بد نیست، بلکه اتفاقا نشون دهنده موفقیته. ما نمیخوایم برنامه بسازیم کسی نبینه پولشو بگیریم بریم. ما قرار نیست برنامه‌ای بسازیم که کسی نبینه. قرار نیست منبر بریم جلو آینه خودمون رو تماشا کنیم. قرار نیست تو اتاق خالی به خودمون به به بگیم. اتفاقا استقبال عمومی یه شاخص بسیار تعیین کننده است و از این جهت باید تبریک گفت به جناب مقدم، به خانم غفوری، به آقای تنابنده، به جناب خمسه، به همه همکارانشون، به صدا و سیما. من میخوام در پایان عرائزم به جناب آقای احسانی تبریک بگم و به آقای پور محمدی که تشریف ندارن، آقای پور حسین، آقای سرافراز، آقای سیفی آزاد، آقای تخشید، همه دوستانی که این بستر رو فراهم کردن. تو صدا و سیمای ما برنامه‌ای ساخته شد که با مردم این ارتباط رو برقرار کرد. انشالله که آقای مقدم البته مردتر و گردن کلفتر از این حرفان، ولی بدانند اون چیزی که باقی میماند اولا اون همدلی و همراهی همین مردمه، همونایی که تو جاده و خیابون و روستا برای شما دست تکون میدن، و ثانیاً دعای این مردم، اون پیرزنی که این برنامه رو میبینه، اون مردی که همین امروز روز دختر کادو نداشته برای دخترش بخره و برنامه شما تحریک نمیکنه دخترش رو، برنامه شما پررو نمیکنه فرزندش رو، نشون میده دیگرانی هم هستن که ندارن. دعای دل اون مرد و زن مهمترین سرمایه شماست. از اینکه با حوصله عرایض منو گوش کردید ممنونم، از اینکه با محبت چشمها و نگاهتون همراهیم کردید متشکرم.
انشاءالله همیشه پاینده باشید، همیشه موفق باشید، هر جا هستید روز به روز سرزنده‌تر و شادابتر و شادتر. نثار روح شهید بهشتی که ما مهمان او هستیم صلوات ختم کنیم. آقای ظاهری، من حساب کردم 97% صحبت‌های شما غیر قابل پخشه، خدا شاهده. همون 3% هم سلام و آخرش هم که هدیه صلوات گفتین و اینا، بسم الله شم بود اشاره. دستتون در نکنه. خواهش می‌کنم آقای ظاهری تشریف کنید. یه خواننده خیلی خوش صدا اینجاست که قراره که همین اول برنامه برامون بخونه و قطعاً آهنگاش رو شنیدیم و خاطره داریم. استاد بهرام پاییز رو خواهش میکنم تشویق بفرمایید. یه دست آنچنانی خواهش میکنم. یه نفر میاد که من منتظر دیدنشم، یه نفر میاد که من تشنه بویدنشم، مثل یک موجز اسمش تو کتابا اومده، تب اون شعرای عاشقانه گفتن بلده، خالی صفرمونو پر از شقایق میکنه، پس موجای سیاه دست رو قایق میکنه، مثل یک موجز اسمش تو کتابا اومده، تب اون شعرای عاشقانه گفتن بلده. همیشه قایب من زخمم و مرهم میذاره، همیشه قایب من گریهام و دوست نداره، نکنه یه وقت نیاد صداش به دادم نرسه، آینه ها سیاه بشه چشم ستاره، مثل یک موجز اسمش تو کتابا اومده، تب اون شعرای عاشقانه گفتن بلده. جره خسته همیشه قایبه، کلید صندوق در بسته همیشه قایبه، ناره اسب سپید قصه مادر بزرگ، بهترین شعرهای سر بسته همیشه قایبه، مثل یک موجز اسمش تو کتابا اومده، تب اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده، مثل یک موجز اسمش تو کتابا اومده، تب اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده.
متشکرم. سپاسگزار. من احمد مهرانفر ندیده بودم. خیلی مخلصیم. یه دست به افتخار همشهری من بزنین لاغر. من هر کس رو نمیبینم تو رو خدا ببخشین. یعنی بعدش حاج آقا مخلص شما. شما رو میبینیم زیاد. فکر میکردم وقتی شما دست میزنین برای اینکه من اومدم تو دست میزنین. الان تازه متوجه شدم هیچ ربطی به من نداشتین. خیلی متشکرم. خب من یه خواهشی بکنم شما مصاحبتون رو شروع نکنین چون ما میخواییم آقای دکتر رو دعوت کنیم صحبتاشو رو بشنویم. بله بله بله. خواهش بکنم آقای دکتر احسانی رئیس محترم شبکه یک رو تشریف بفرمایید. از معدود مدیرای کل جهانن که نمیخوان صحبت کنن. خیلی براشون دست بزن. بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد مسعود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنم. تشکر میکنم از بانیان این جلسه. خسته نباشید. مجدد میگم به دستندرکاران سریال موفق پایتخت. سریال هایی که به شماره 2، 3، و 4 میرسه خب هم یه فرصت از جهت جذب مخاطب، هم یه تهدید. برحال وقتی که در اون مقطع تصمیم میخواست گرفته بشه پایتخت 4 ساخته بشه، خود عوامل تولید هم برحال یه ترسی داشتن که با توجه به توقعی که این سریال تو مخاطب ایجاد کرده، آیا شماره 4ش ریسک نیست؟ مخاطب پیدا خواهد کرد؟ خوشبختانه خب خداوند لطف کرد و دوستان هم زحمت کشیدن. این کار با اینکه در مقطع خاص نوروز در واقع پخش نشد، آمد در ماه مبارک که هم زمان در واقع طولانی تری بود، هم به هر حال مشکلات تولیدی همزمان قرار گرفتن زمان تولید با ماه مبارک رو داشت، هم به هر حال خب یه سری مزامین مذهبی رو و مزامین معنوی رو داخل سریال می‌خواستن قرار بدن که به تعبیر سینمایی خیلی گل درشت هم نباشه و طبیعی جلوه کنه. مجموعه اینها خب به هر حال تصمیم گیری رو سخت می‌کرد، ولی خوشبختانه عنایت خدا شامل شد و این سریال، این در واقع قسمت 4 رومش هم مورد توجه قرار گرفت. من خسته نباشید مجدد عرض میکنم. آقای ظاهری هم فرمودن برحال این جنس کارها یه برحال از هر دو طرف ممکنه مورد نوازش قرار بگیره. دوستان ما البته خب کار آزموده هستن، انتقادات رو هم برحال شنیدند و انشالله اونهایی که مقدوره به کار خواهند گرفت و امیدوارم انشاءالله در آینده شاهد کارهای بهتری از این گروه و مخاطب پسندتری از این گروه باشیم. من در خاتمه لازم میدونم تشکر کنم از مدیران قبلی صدا و سیما که در واقع سریال پایتخت در دوره اونها شروع شد و 3 قسمت اون در اون دوره انجام شد و 1 قسمت به ارث به ما رسید. به ویژه آقای فرجی که مدیر شبکه 1 بودن قبل از من خیلی زحمت کشیدن و بالاخص آقای سیفی آزاد که خوشبختانه الان هم در خدمتشون هستیم، دوستان عزیزمون در مرکز نمایش سیما، جناب آقای تخشید، همه به هر حال زحمت کشیدن که این کار اینجوری تونست مورد توجه مخاطبین قرار بگیره. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید و باز هم ممنونم از جلسه‌ای که برای تقدیر از دوستان تشکیل دادید. عذرخواهی. خیلی متشکرم. نه اینکه آقای دکتر رئیس شبکه ما باشن، نه واقعا من تا حالا مدیر ندیده بودم انقدر کوتاه صحبت کنه. به خدا شما نمونه قبلی رو ببینین. آقای ظاهری 45 دقیقه تایم گرفت، آقای احسانی 2 دقیقه و 30 ثانیه. یه دست به افتخار هر دو بزرگوار بزن. خب در این بخش میخوایم دعوت کنیم از بازیگران و هنرمندان سریال پایتخت بخشیشون. در بخش‌های متعدد میخوایم صحبت‌هاشون رو مفصل بشنویم. در ابتدا میخوام دعوت کنم از جناب آقای سیروس مقدم و سرکار خانم الهام غفوری. خواهش میکنم تشویق بفرمایید هر دو بزرگوار.
جناب آقای علیرضا خمسه رو خواهش می‌کنم تشریف بفرمایید. استاد خمسه، احمد مهرانفر عزیز رو خواهش می‌کنم همچنین جانانه، هومن حاجی عبداللهی و سرکار خانم رامینفر رو تشویق بفرمایید. خیلی بهتر از این باید دست بزنین. ها میکروفون رو باز میکنن دوستان. حالا میکروفون، حالا سلام، عصرتون بخیر و شادی. خیلی خوشحالم که در این ایام مبارک در خدمت شما هستیم. هیچ چیزی برای انسان زیباتر از این نیست که مورد قدردانی قرار بگیره. خیلی زیباست. یک سینه سخن دارم، نمیدونم شعر دهم یا نه، ولی خلاصش کنم. من یکی از افتخاراتم حضور در گروهی است که در رأسش خانم غفوری، آقای مقدم و گروه نویسندگان آقای تنابنده، آقای الوند، آقای وارسته و گروه بازیگران که تک تک معرف حضور هستند. این چهارمین سالی است که با این گروه با تجربه و انسان و صمیمی و دوست داشتنی دارم کار میکنم. بسیار بسیار سخت بوده سریال پایتخت، برعکس سریالهای دیگه که خودم کار کردم، همه نزدیک خونم بوده. همونطور که آقای زاهری اشاره میکردن، لوکیشنهای نزدیک خونم بوده، زود میرفتم، زود میومدم، به تولدا میرسیدم، به اعیادم میرسیدم، به عزاداریام میرسیدم. در سریال پایتخت ما تا میشده دور بودیم از منزل، از خونه، از ایامی که باید با خانواده باشیم، مخصوصا که توی قسمت یک و دو و سه که ایام نوروز باید پخش میشد. حتی قسمت یک و دو و سه رو یادم هست که تا حالا یکیشو تا روز 13، دیگری رو تا هفته فروردین، همینطور تا نزدیکای بلسه پایان تعطیلات داشتیم کار میکردیم. یعنی همه از خانواده زدیم، همه از آرامش، از آسایش زدیم، به قصد اینکه خدمتی کرده باشیم برای شما که مقبول افتاده. و این لحظه زیبایی است که در مقابل شما قرار گرفتیم، با شما داریم صحبت میکنیم در شب عزیزی مثل امشب، در یه مکان مقدسی مثل این مکان. خلاصه سرشاریم از انرژی و این انرژی رو از شما داریم. با نام و یاد خدا. من زیاد وقت شما رو نمیگیرم، فقط یک نکته رو اشاره بکنم که صحبتایی که آقای زاهری کردن و بقیه دوستان یک سوال رو برای من ایجاد کرده که مگه قرار تلویزیون و تیمای سازنده کارهای بد بسازن که یک کار مورد تشویق قرار بگیره؟ هر تیمی، هر گروهی، هر مدیری دلش میخواد بهترین کارش رو بسازه، بهترین سریالش رو تولید کنه. هر تهیه کنندهی دلش میخواد بهترین شرایط رو فراهم کنه. هر بازیگری دلش میخواد به بهترین نوعی نقشش رو ایفا بکنه. هر کارگردانی همینجور. منظورم از این حرف اینه که ما یا وارد این وادی نباید میشدیم، یا اگر شدیم باید به بهترین نحو کارمون رو انجام بدیم. از تلویزیون نباید سریال بد پخش بشه، از تلویزیون ما نباید سریالی پخش بشه که مخاطب نداشته باشه. وظیفه اصلی ما ایجاد سرگرمی همراه با آموزش و در واقع به یاد آوردن چیزایی که داره فراهم میشه. به همین خاطر
به جای من ترجیح میدم که این تشکر از مردم، از شما بشه، از مخاطبینی که باعث میشن سریال های مثل پایتخت دوام داشته باشه، قابل تکرار باشه. و اگر پایتخت 4 ساخته شد، بخش اعظمش مدیون خواست شما و تلاش ها و پیگیری های مکرریه که شما از طریق خود ماها به عنوان تیم سازنده و مدیران فرهنگی سازمان به گوش ما رسید و لبه گفته شد. من از همه متشکرم و ممنون و خسته نباشید میگم. سلام عرض میکنم خدمت همه. تولد حضرت معصومه رو تبریک میگم، به ویژه به همه دخترای گل، به ویژه دخترای گل خودم سارا و نیکا. منم چیزی ندارم اضافه کنم، فقط میتونم بگم افتخار کردم که در این چند سال عضو این گروه بودم. همونطور که آقای زاهری گفتن، این گروه مطلقاً کم فروشی نمی‌کنه، بسیار گروه سخت کوشیه و همه باید با همه توان در خدمت باشن. خوشحالم که با رضایتمندی شما همراه بوده و تشکر میکنم. ببین این شکلیه دیگه، صدامونو قطع میکنن، کلن با تو حال نمیکنه میکروفون. یه میکروفون دیگه. الو. صاحبشو میشناسه. میکروفون برای ماهاست. سلام عرض بکنم خدمت همه عزیزانی که اینجا تشریف دارن. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و حرفا رو بزرگان زدن. فقط تشکر میکنم از همه عزیزانی که لطف کردن و این برنامه رو تدارک دیدن و خیلی خوشحالم که لطف کردن و همه گروه پایتخت رو دعوت کردن برای اینکه فرصتی شد تا ما باز دوباره همدیگر رو ببینیم. و تشکر ویژه دارم از به هر حال آقای مقدم و خانم قفوری که این بار هم لطف کردن و سریال پایتخت رو به هر حال در پشت صحنه و جلو دوربین به هر حال زحمت کشیدن و بردیم جلو. من اینستی میخواستم کنم یادم رفت، همینجور دارم هی دنبال کلمه میگردم. ولی تو به هر حال من به ترس آره. آه میخواستم یه چیزی بگم. خیلی خوشحالم که خانم سابقم رو دوباره اینجا میبینم، خانم چوچانگ رو. و میخواستم اینو بگم که خیلی ممنون و تشکر که برادر زنای من رو دعوت کردین اومدن، چون من دلم براشون تنگ شد و مدت ها بود ندیده بودمشون. سپاسگزارم. علی آقا با عزت. نه خواهش میکنم. مخلصیم. به نام خدا. سلام علیکم، ارادتمند، عصر همه شما بخیر. خیلی خوشحالم که اینجام. خیلی تشکر میکنم از حضور همه مردم خوب و مهربونی که امروز من شنیدم از ساعت 2:30 بعد از ظهر اومدن توی سالن منتظر نشستن تا برای بچه های پایتخت بیان و ما رو مورد نمیذاره. آقا من اینم میخواستم بگم. آره آره واقعا. آقا ممنون که برادر زنای اینو آوردین. عرضم با یه تشکر میخوام بکنم. ببخشید نون به هم قرض نمیدیم، ولی من باید اینجا این کار رو بکنم. یه تشکر از همه دوستان پایتختیم، آقای مقدم و خانم قفوری که جای خود دارن، تاج سر منم. ولی بقیه دوستانم رو دوست داشتم ازشون یه تشکر بکنم و یه عذرخواهی به خاطر روزای گرمی که من به ناچار باید توی شاسی بلند میشستم با کولر روشن و اینا توی آفتاب
زحمت کشیدن و عرق ریختن و کار به این قشنگی رو تقدیم شما کردن. این دست رو برای همه برای بچه های پایتخت به غیر از من بذارید. صحبت کن آقا، این نمیذاره من صحبت کنم، خدا شاهده این الان باید میرسید به این بری. نه میکروفون میرسه به دستش، صدا ببینین عمو رو میشناسه، برمیدارم صحبت. باز میخواستم یه تشکر دیگه هم بکنم، نخندین تو رو خدا، تشکر میکنم که مادر منم آورد این جلو نشوندی. یه خاطرم برامون تعریف کنیم. نه میکروفون دست خود زرنگه، تا خاطره شد فکر کنه میکروفون رو گرفت جلو. من یادم هیچ یادت نمیاد، صدا قطع شد. یه چیزی میگم هم کوچیکه هم خیلی کلیشه‌ایه، پایتخت همش خاطره است. به 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 به، دست بزنید به افتخار. اومن جان یه خوره با بچه ها کار کن جانم، میگم کار کن یه خوره. همه اوستاهای منن بابا، من چی بگم؟ آقا یه چیز بگم، خانم غفوری داره اشاره میکنه، میگه در مورد خاطرات پکن بگو. همونایی که محال یادش بره. بله دقیقا. آره خواهش میکنم. خیلی متشکرم، خواهش میکنم عزیزان رو تشویق بفرمایید. خیلی ممنون که اومدین. به خدا نمیدونی این آدم چه ذوقی میکنه وقتی براش دست میزنن، یعنی به جون خودم میگم، از اعماق وجودش یه لذتی داره که. بریم سراغ بخش دیگری از هنرمندان و بازیگران پایتخت و دعوتشون کنیم برای اینکه روی صحنه بیان. محسن تنومنده عزیز رو خواهش می‌کنم. آقای هدایت هاشمی رو خواهش می‌کنم تشریف بفرمایید. ما یه برنامه با آقای هاشمی داشتیم، ایشون در مورد فرهنگ صحبت کردن، توبیخش برای من اومد. الان میترسم آقای ظاهری حرفای غیر قابل پخش دادن، شما برین منو ببرن، نمیدونم این چه اوضاعیه. خب سارا و نیکا رو خواهش می‌کنم تشویقشون کنم. محمد رضا علی مردانی از هر دستش هنر می‌بره. از بازیگران خوشنام تئاتر و تلویزیون و سینما خانم نسرین نصرتی رو خواهش می‌کنم تشویق کنم. خب احمد مهرانفر و همسر سابقش هم تشویق کنید. خیلی استقبال کردن از هنرنمایی تو صحنه، به خدا یه دست آنچنانی بزنین بیاد. اصلا گفتم بدون احمد نمیشه. این خانوم همسر سابقت اسمش سخته، منک هانک آره خودت الان. آره چی؟ میکروفون الو الو و پا تلفن خانم منگ هان جانگ. بله بله، میگن دارن مصاحبه میکنن. من اگر که مثلا جای تو بودم طلاق و سریم چونگوش به حرفت نداد دیگه، نایمد. یه بار دیگه صداش کن مردونه تر. راحله چانگ اومد و هان بیا اینجا. آقا
جا نیست من برم پایین. نه 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 خواهش کنم شما بیاین پیش من رو زمین بشینم چه؟ سلام عرض میکنم، از همه ممنونم، خیلی سپاسگزارم از دوستانی که این برنامه رو تدارک دیدن و خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. حرف خاصی ندارم بزنم، فکر میکنم تمام چیزهایی که میتونستم بگم و تیممون میتونست بگه رو ما تو سریال گفتیم. تمام، ممنون، سپاسگزارم. منم سلام میکنم، خیلی متشکرم. همطور که محسن گفت میکنم برنامه به اندازه کافی تفصیل و توضیح داشته. از همه سپاسگزارم و خسته نباشید. خب برای سارا و نیکا خیلی قشنگ و درست حسابی روزشون هم هست براشون دست بزن. سلام، تشکر میکنم. منم سلام میکنم و تشکر میکنم. به نام خدا. سلام، حس خیلی خوبیه و اینکه اول من از این بگم که وارد پایتخت که شدم اولین حس خوشایندی که وجود داشت این بود که کنار دوستان قدیمیم هستم و منو لایق و قابل دونستن، همینطور جناب آقای مقدم سرکار خانم غفوری، و فقط خوشحالیه و حس عالی. امیدوارم که اگر قرار تداوم داشته باشه من باز شایستگی این رو داشته باشم که کنار دوستانم باشم با هر مسئولیتی. برای خودتون دست بزنید. سلام عرض میکنم، خسته نباشید میگم. این روز عزیز رو تبریک میگم به همه حاضرین اینجا و همکارای عزیزم. بله. سارام هی به من از اون میگفت عمه بگو که من نمیخوام حرف بزنم، هی ولی از من خیلی بهتر حرف زد. من هول شدم یادم رفت تشکر کنم که دارید از پایتخت تقدیر میکنید. خیلی ازتون ممنونم. من دیگه که مردم، شاید اینجا که نیستم روح اینجا هستم. خب یه شوخی میکنم. خیلی تشکر از همه، به خصوص از گروه پایتخت، از آقای سیروس مقدم، از خانم الهام قفوری، از همه دوستان عزیز. من خیلی با این گروه لذت میبردم، خاطرات خیلی هم خاطرات و تجربه هم خیلی خوبی بود. من رفتم چین هم به همه دوستان تعریف میکردم و خیلی خوش گذشت. نمیدونم فارسی هم خیلی خوب نیست ولی دست پاها شکسته حرف میزنم، شما ببخشید. سلام، من چی؟ ولی ایشون از برادرزنای بنده هستن که ولی جدی میگم این برادرزنای من، حالا برادرزنای من نه، اسمشون هست آقای وین گان چا. واقعا آدمای خیلی محترمی بودن توی مدتی که باهاشون کار کردیم، خیلی صبور بودن، خیلی زحمتکش بودن و
واقعا من فکر کنم که در زندگی عادیشون هم آدم های خیلی زحمت کشی هستن، ضمن این که آدم های مهمی هم هستن، مثلا همین آقا رئیس خط 5 مترو تهران هستن. تشویقشون کنیم. احمد جان صحبت های شما رو هم میشنم. بازم من صحبت کنم. من میخواستم تشکر کنم از همه دیگه. نه جدی میخواستم تشکر کنم از همه گروه هایی که به هر حال در ساخت سریال پایتخت، من بیشتر گروه های تولید رو دارم میگم، دارم میخواد واقعا ازشون تشکر بشه، به خاطر اینکه اینها حالا شامل گروه تولید میشه، گروه تدارکات میشه، گروه فیلم برداری میشه، گروه صدا برداری میشه، گروه گیریم میشه و بقیه گروه ها که الان یادم نیست، که برای اینکه ما سریال رو بتونیم برسونیم به آنتن واقعا زحمت چند برابر کشیدن و من فکر میکنم که بیش از هر کسی و هر چیزی باید از این دوستان تقدیر جانانه بشه. من خودم دست همه شون رو میبوسم. علی جان، آقای هاشمی میخواد یه صحبت کنه. بله بله شما تو وایس باشم. با ببخشید از فرصت استفاده میکنم، چون به نظرم اتفاق خیلی مبارکی که اینجا رخ داده اینه که تمام عوامل محترم پایتخت اینجا دعوت شدن. من در صدرشون از خانم الهام غفوری و آقای سیروس مقدم تشکر میکنم که حتما پیگیری اونا باعث یک همچین اجتماع مبارکی شده. خیلی ممنونم و از فرصت استفاده میکنم و سرپا این کار رو میکنم و به احترام تمام گروه های زحمتکش پشت صحنه پایتخت که فکر میکنم بدون حضور اونها اصلا پایتخت شدنی نیست، این رو در پروژه های دیگه بارها تجربه کردیم، من ایستاده از همتون تشکر میکنم. واقعا ممنونم بچه ها، خیلی خیلی از صمیم قلب ممنونم. گروه فیلم برداری، همه دوستان، گروه نویسندگان، واقعا بهتون تعظیم میکنم و میدونم که این مردم بهتون مدیونن و واقعا اونام براتون احترام زیادی قائلن. خیلی متشکرم. امیدوارم که تقدیر شایستم از این دوستان به عمل بیاد. بله بله چکر. به عمل میکروفونو بذار، قیمتی